در جریان این مذاکرات سه بار از بغداد به نماینده نخست وزیری تلفن کردند و در نهایت به او دستور قطع مذاکره و شروع حمله ابلاغ شد. شدت حمله، میزان نیروهای عراقی و نوع نیروهای به کار گرفته شده و رفتار جنایتکارانه آنها از اهداف انهدامی این عملیات خبر می‌دهد. و با معین آن است که مسئله نه اعمال حاکمیت بلکه بحث نابودی اشرف به خواست رژیم ایران است. 12 موافق رو به این که تا ماه می مسئول پرونده اشرف در دولت عراق بود، حتی از یک سال پیش در 23 تیر 87، 13 ژوئیه 2008، به همان تلویزیون عرب زبان رژیم ایران در عراق گفته بود این پرونده به زودی پایان خواهد یافت. تنها راه این است که نیروهای مسلح عراقی مسئولیت قرارگاه اشرف را بر عهده و اداره آن را بر عهده بگیرند. باید مدیریت آن صرفاً توسط عراقیان باشد. آنهایی که در حق مردم عراق مرتکب جرم شدند باید اینجا محاکمه شوند. هر کشور دیگری که از آنها حمایت می کند آنها را ببرد و اکثریت عمده آنها به کشورشان برگردند. شاید به جز 56 نفر از آنان مورد عفو قرار بگیرند. باقی مانده آنها به کشورشان بازگردند. 13. بنابراین ساکنان اشرف از ابتدا هیچ مخالفتی با استقرار نیروهای پلیس عراق در ورودی اشرف نداشتند و نمایندگان آنها در ملاقات‌های متعدد هم به نیروهای عراقی و هم به نیروهای آمریکایی تأکید کردند که با استقرار پلیس در ورودی قرارگاه مخالفت و مشکلی ندارند، اما استقرار پلیس در حریم انسانی ساکنان اشرف و در وسط قرارگاه، آن هم در محلی که 1000 زن مسلمان از جمله دختران جوان با فرهنگ و سنت‌های اسلامی زندگی می‌کنند، هدف‌های شناخته شده دیگری دارد که مقامات عراقی آن را بارها و بارها به زبان خود اعلام و تکرار کردند. موفق ربیعی در 12 فروردین اول آوریل 2009 در تلویزیون الفرات گفت به تدریج نیروهای امنیتی عراق وارد قرارگاه می شوند و نقطه کنترلی برپا می دارند و گشت دایر می کنند و بازرسی می کنند و دست به حمله می زنند. 14. روز 7 مرداد 29 ژوئیه 2009 در بحبوحه یورش و کشتار در اشرف، لاریجانی رئیس مجلس رژیم و سپس همه امامان جمعه بازار ملایان به تشکر و تقدیر از نوری مالکی پرداختند و برای اقدام شجاعانه او در به هلاکت رسیدن منافقین کف زدند. 15. مالکی نخست وزیر عراق در روز 9 مرداد 31 ژوئیه 2009 در منتهای وقاحت گفت هدف از وجود این مرکز پلیس این است که افراد موجود در قرارگاه بعضیشان می‌خواهند به ایران یا به هر کشوری در جهان مسافرت کنند، ولی سازمان و رهبران سازمان جلوی آنها را می‌گیرند و به آنها اجازه این کار را نمی‌دهند. بعضی ها می‌خواهند با استفاده از عفو به ایران برگردند ولی آنها نمی‌گذارند. 55 تن از آنها تحت تعقیب انترپول می باشند زیرا جنایتکارند و علیه آنها شکایت هایی هست. این مسئولان قرارگاه حاضر به تحویل دادن آنها نیستند. از این رو خواستیم که مرکزی در آنجا باز کنیم. تلویزیون ارحره 31 ژوئیه 2009. پیداست که مالکی برای ادامه نخست وزیری خود در دور بعدی به نیروی تروریستی قدس و سپاه نوح بدر پاسداران انقلاب اسلامی متکی است و از این رو باید با شقاوت دل خامنه‌ای را به دست بیاورد. 16. سرلشکر شمری سرکرده پلیس دیالی در روز 11 مرداد 2 اوت 2009 اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در قرارگاه اشرف هستند 30 روز مهلت داد
که خاک عراق را ترک کنند. شمری گفت به اعضای سازمان آزادی انتخاب می‌دهد که به هر کشوری که می‌خواهند پناهنده شوند یا به ایران برگردند. وی تهدید کرد که در صورت عدم خروج از قرارگاه اشرف اقداماتی نظامی علیه آنها برای اخراجشان به زور اتخاذ خواهد شد و این مهلت از روز اول ماه جاری شروع شده است. تلویزیون البغدادیه 2 اوت. 17. بنابراین مشکل ساکنان اشرف نه مسئله حاکمیت عراق و نه حضور و ایستگاه پلیس و فرماندهی آن در ورودی اشرف، مشخصاً در ساختمان لرد اسلین فقید می باشد. صورت مسئله بهانه کردن حق حاکمیت و ایستگاه پلیس برای اجرای توافق دو جانبه خامنه‌ای و مالکی برای سرکوب و کشتار اپوزیسیون ایران با وادار کردن آن به کرنش و تسلیم است. اینجاست که جنایت علیه بشریت به لگدمال کردن قوانین و کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی و به نفی مسئولیت آرتوپی حفاظت می پردازد. 18. دبیر کل ملل متحد درباره مسئولیت حفاظت می گوید مسئولیت حفاظت متحد حاکمیت است، نه دشمن آن. کشورهای قوی مردمشان را حفاظت می کنند، در حالی که کشورهای ضعیف نمایلند و ناقادرند چنین کنند. مسئولیت حفاظت تلاش می کند حاکمیت را تقویت کند و نه تضعیف. بان کی مون، دبیر کل ملل متحد، نیویورک، 15 ژوئیه 2008. 19. دبیر کل ملل متحد بر اساس سند امضا شده در کنفرانس سران کشورها در سال 2005 تصریح می کند که در دنیای امروز وارد شدن و پیشگیری دولت‌ها برای پیشگیری از نسل‌کشی، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت نقض اصل حاکمیت کشور زیرق نیست و همچنین که اجلاس 2005 در سند رسمی خود به رسمیت شناخت زمانی که مقامات ملی به طور آشکار در حفاظت از ساکنانشان در این 4-9 جنایت قصور می کنند، دولت ها آماده می شوند به صورتی به موقع و قاطع از طریق شورای امنیت بر طبق منشور از جمله منشور هفتم بر اساس موضوع به موضوع و در همکاری با سازمان های متناسب منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای به طور جمعی اقدام کنند. نیویورک، 15 ژوئیه 2008. 20. با توجه به تجارب یک ساله و اثبات این حقیقت که دولت کنونی عراق ظرفیت و صلاحیت به عهده گرفتن حفاظت ساکنان اشرف را ندارد و متاسفانه مجری خواستهای دیکتاتوری حاکم بر ایران برای سرکوب اپوزیسیون ایران در عراق طبق توافق دو جانبه است، همچنان که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در روز 11 مرداد 2 اوت 2009 به رئیس جمهور ایالات متحده نوشت، راه حل این است که نیروهای آمریکایی به طور موقت حفاظت کمپ اشرف را به عهده بگیرند تا یک نیروی بین المللی تحت نظر ملل متحد جایگزین آنان گردد. مقاومت ایران به همین منظور به ملل متحد، دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب فراخوان می‌دهد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 15 مرداد 1388. بعد از رژیم آخوندی کمر به حمله و کشتار بسته بود.